با سلام، سومین برنامه نام‌ها و یادها همچنان در کنار خانم سرور کسمایی که اگر شنونده دو برنامه قبل بودید نیازی به گفته مجدد از سوی من نیست، ولی لازم است که بدونیم خانم سرور کسمایی یکی از نگویم یگانه ولی به هر حال جزو استثناهای نویسندگانی که با موفقیت بسیار دیرتر خواهیم دید در مؤسسه انتشاراتی معتبر خود کتاب‌ها در زمینه و شرایط بسیار موفق منتشر شدند. ولی خانم کسمایی قبل از اینکه به اینها برسیم، حیف است که از این مسیر آمده شما بی خبر باشم، به این دلیل که جسته و گریخته میدونم و در برنامه هم گفتید با تئاتر شما مدتی زندگی کردید. این چگونه بود و چرا؟ خب از بچگی من علاقه به تئاتر داشتم، برای اینکه میشه گفت یک بخشی از دوران بچگی من در دانشکده هنرهای دراماتیک گذشت. برای اینکه خاله من اونجا استاد تاریخ هنر و درسای دیگه هم میداد، من در سنین خیلی پایین بودم، یادم نیست چه درسی میداد، و این خاله من چون بچه نداشت همه بچهای فامیل رو دوست داشت از جمله من، و با خودش می برد سر کلاس اونجا، یعنی به من میگفتش که بشین ردیف آخر تو اون آمفی‌تئاتر که درس میداد و به من مداد رنگی و کاغذ میداد و من خب خیلی چیزا رو میشنیدم، مثلا میشنیدم اینا چه جوری متن از روخونی میکنن، متن تئاتری رو، و در سالن نمایش همین دانشکده هنرهای دراماتیک هم من در واقع کارت بلانش داشتم که هر موقع دلم میخواد برم سر هر تمرینی، چون کوچیک بودم، 6-7 سالم بود. بله، و اونجا فکر میکنم که نطفه تئاتر در قلب من اونجا کاشته شد، یعنی بعدها وقتی که در سنین بالاتر هر باری که هنوزم همینطوره وارد سالن تاریک تئاتر میشم احساس میکنم که اینجا جای من، خودتون اونجا، اینجا هم این جای منه. در شما بیننده بودید یا بازیگر؟ نه من، ببینید بچگی که خب نه، ولی اون موقعی که علاقمند شدید بعد که وارد اینجا فرانسه شدم گفتم که یکی از آرزوام این بود که تئاتر بخونم که نشد به خاطر نبودن دیپلم، و رفتم دنبال زبان ادبیات روسی. شانسی که آوردم این بود که برای خب امرار معاش ما امکانی نداشتیم، که یعنی خانواده من از اون خانواده‌ای نبودن که با پول اومده باشن بیرون، ما فقط تعریف تبعیدی در واقع بی پولی هم هست، ما بله هیچی یعنی دست خالی، و برای اینکه من بتونم در روز برم دانشکده درس بخونم و ولی در این حال کارم بکنم، تئاتر تنها جایی بود که میتونستم، و شانسی آوردم دوستی دست من گرفت و برد به تئاتر شایو که یکی از بزرگترین تئاترهای فرانسه است، یکی از بزرگترین ابنیه تاریخی فرانسه است، و من اونجا به عنوان کسی که دم در باید شب وایسه و بلیت پاره کنه، و این به من امکانی نمیداد که روز برم دانشگاه و کتابخونه و شب بیام اونجا، و این یک اثر فوق العاده در زندگی من داشت، برای اینکه من تونستم، البته به بلیت پاره کردن اکتفا نمی‌کردم، وقتی برنامه شروع می‌شد می‌رفتم تو سالن می‌نشستم و از این طریق تمام تئاتر فرانسه و اروپا رو تونستم آشنا بشم، و با زبان فرانسه، چون من فرانسه خونده بودم ولی زبان تئاتر و آثار کلاسیک بیان تئاتر اینا، و این باعث شد که شاید تو نویسندگیتون هم بله نه خیلی اهمیت داشت، مثلا آشنایی با کل آثار مولیر، با کورنه، با غسین، اینا خیلی اهمیت داره برای زبان قولهای تئاتر. بله. و یه نکته شخصی اون این بود که وقتی شما رو صحنه تئاتر تراژدی های انسانی رو میبینید، مثلا تراژدی های یونان رو میبینید، مثلا زندگی و سرنوشت هایی که تراژیکه، قوی میشین، دراماتیکه میبینید، اون چه که به سر من به عنوان یک تبعیدی که از انقلاب ایران
ضربه خورده بود و اومده بود اینجا، در کنار اون جای خودش رو پیدا میکرد. نمیگم بی اهمیت میشد، ولی میتونستم بپذیرمش، یعنی بگم آها چنین بلایی اومده سر ادیپ مثلا، باور میکردین یا سر آنتیگونه و سرنوشت زندگی خودم هم در چنین راستایی میدیدم، یعنی این سرنوشت بشریه. بنابراین نشین گریه کنی یا بگی که چرا این بلا سر من اومد، تو تنها نیستی، تئاتر بیا ببین. و این یک انرژی فوق العاده ای از مثل این که دل قرون و اعصار به من میداد که بنابراین نباید به قول خودمون در مقابل سرنوشت تسلیم شد. میشد اتفاق بیفته که در خلوت تئاتر برین روی صحنه و صندلی های خالی رو ببینین و این بیانی که تو کتاب دارید اونجا روی صحنه؟ هیچ وقت آقای شاهد من فکر نکردم که من باید بازیگر باشم. میفهمم من... نه بیانتون رو میخوام. بیان ممکن ممکنه بر این که خب این صدای یا لحن و تکنیکای تئاتری رو خب من هر شب ساعتها در سالن تئاتر نشستم، کلاس رایگان، کلاس رایگان بوده و بعد من تونستم عشقمو به روسی و تئاتر با هم تلفیق کنم و بشم مترجم زبان روسی و فرانسه در تئاتر. و این یکی از شانس‌های بزرگ بود، برای اینکه واقعا این چیزایی بود که من دوست داشتم و خودم میتونستم باشم در این شغل و در زمان زندگیم هم از این طریق تونستم امرار معاش کنم. حالا بعد از اینکه این 3 سال تحصیلی رو کردم و بورس گرفتم و همزمان در تئاتر کار میکردم، این بورس امکان به من داد که برم به مسکو، دانشگاه مسکو بس. و اتفاقا اونجا هم تو تئاتر، چون شبا مثل آدم های معتاد ساعت 6 و 7 شب یه چیزیم کم بود و باعث میرفتم تئاتر در مسکو، عادت کرده بودم، به قول فرانسوی ها میگن ساعت بیولوژیک بدنم این بود که 7 شب تئاتر دیگه. و سینما نه بیشتر تئاتر. سینما کمتر، سینما چرا خیلی بود ولی تئاتر. و خوشبختانه وقتی به مسکو رسیدم سال پرسترویکا بود، یعنی سال اوج پرسترویکا، گورباچف 2-3 سال بود که سر کار بود و داشت این رفورما رو کم کم پیاده میکرد و فضای اونجا یک فضای باز شده بود، مثل می 68 فرانسه، نه؟ مثل بدون خشونت، بهار آزادی انقلاب ایران، اون چند ماهی که دلتون میاد چنین مقایسه دشواری رو؟ نه، میدونین چرا میگم بهار آزادی؟ اون چند ماهی که هیچ نوع کنترلی روی زندگی یعنی رو روی فهمیدم. آزادی بیان نبود، همه چی تو خیابون بود، یادتونه؟ بله بله. تمام بحثا یعنی جمهوری اسلامی هنوز نتونسته بود که من نوشته همه تو تهران مصور که میخونم قلب غم کنه، میترسم میگم چطور من اون موقع اینا رو نوشتم. این یک چند ماه بود، یک چند ماه و اون چیزی که اون موقع آیت الله خمینی گفت میام قلم ها رو میشکنم. خب همین. و در مسکو این بر من یاداوره، به تلخی یاداوره اون دوران آزادی مطلقی بود که حکمران بود شد و این تلنگری بود که من بتونم شروع کنم به نوشتن راجع به انقلاب ایران. یعنی در خوابگاه دانشجوی مسکو سال 88 من شروع کردم اولین رمانم رو به فارسی نوشتن به یمن اتفاقات اونجا، برای اینکه اونجا این میشه این تشبیه رو کرد که یک بار بعد از 70 سال تمام اونایی که ممنوع القلم بودن، همه کتابایی که نشر نمیشد، تمام حرفایی که نباید زده میشد یک بار در خیابون. یک سوال، شاید شما یکی از بهترین پاسخ دهندگان باشید، چگونه بود که گورباچف در بیرون از مرزهای کشورش محبوب بود اما در داخل کشور نه؟ برای اینکه اون چه که روسا به گورباچف نبخشیدن این بود که چرا همه چی رو در واقع از بالا روبنا رو خراب کرد بدون اینکه به فکر اقتصاد باشه.
برای اینکه این فروریزش امپراتوری شوروی باعث شد که عده زیادی دچار نابسامانی اقتصادی بشن. بله. و این ضربه وحشتناکی بود به قشرهای فرودستر. بله. برای اینکه یک عده اومدن مثلا تمام صنایع رو دستشون گرفتن، تاراج کردن و این باعث شد که بدون برنامه و بدون پیشبینی در واقع فقط از بالا همه چی فرو بریزه. یعنی به نظر شما شناسنامه و تاریخ تولد فساد مافیای امروز روسیه در اون زمانه؟ شما میدونین که مافیا حالا امروز یکمی قلقم شده. بله، در دهه 80-90 مافیا یعنی اصلا تو خیابون نمیشد رفت، برای این که واقعا مثل شیکاگو دهه 30 بود اونجا. بله. اون چی که سیستم پوتین ضربه‌ای که زد اینه که اینو رسمیش کرد، سیستم اولیگارکا، یعنی کسایی که اومدن معلوم نیست اصلا از کجا، یعنی هیچ نه تخصصی داشتن نه تحصیلی در این باره کرده بودن نه نمیتونستن برنامه‌ای داشته باشن، اومدن فقط دست گذاشتن رو منابع طبیعی از گاز و نمیدونم معدن‌ها و این چیزا یا مثلا شرکت‌های مختلف و تقسیم کردن تمام این ثروت رو میون خودشون، در حالی که قشرهای عظیمی از طبقه متوسط پایین و تهیدست یک باره فقیر شدن. بله. یعنی بازنشسته ها اصلا تبدیل شدن به فقرا. میدونی؟ بله. اینو من فکر میکنم اینه اون چیزی که جامعه روس امروز نمیبخشه به گورباچف. بله. باز هم فرصت کوتاهی که از شما قدردانی و تشکر کرده باشم، امیدوارم در دیگر برنامه ها به خصوص به کتاب های شما بپردازیم و اگرچه وقت و زمان این برنامه ها کوتاست و کتاب های شما هر کدام خواندنی و مفصل، بتونیم بیشتر و بیشتر به اونها بپردازیم.